اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هفته آخر ماه صفر است. این روزها روزهای پایانی این ماه و در آستانه سال روز فقدان پیامبر گرامی اسلام، سال روز شهادت فرزندان اون حضرت امام مجتبی، امام رضا علیهم السلام است. من یک بحثی رو در رابطه با ویژگی‌های خانواده از نظر امام رضا و از نظر اهل بیت تقدیم محضر شما می‌کنم. می‌دونید یکی از مشکلاتی که الان توی ما جامعه‌مون داریم تزلزل خانواده هاست. آمار طلاق، اختلاف، پرونده‌ها، درگیری‌ها، قهرها. خوب است که ما ببینیم اهل بیت ما، پیامبر، امام حسین، امام رضا، اینها نسبت به خانواده چه توصیه‌هایی دارن. انشاءالله حالا 5 جلسه، 6 جلسه هر چقدر برسیم این موضوع رو ما این بعد از ظهرها و قبل از مغربها مورد توجه قرار خواهیم داد و میپردازیم به بحث خانواده. ده ها آیه تو قرآن راجع به خانواده داریم. خیلی آیات قرآن راجع به خانواده زیاده. بعضی هم جمع‌آوری کردن، چاپ شده. قرآن کریم می‌فرماید هدف از تشکیل خانواده آرامشه. و من آیاتهی، سوره روم آیه 21، ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها، ما برای شما همسر آفریدیم که آرامش پیدا کنید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، با هم مهربان باشید، دوست باشید، رفیق باشید. نه اینکه خانواده باعث تنش و درگیری و اعصاب خردی و دعوا و اینها باشه. خانواده هدفش تسکنوس، آرامشه. انقدر خانواده مهمه که قرآن کریم در سوره تحریم می‌فرماید آقایان، خانواده ها، مواظب خودتون و خانوادتون باشید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، مواظبت کنید انفسکم، اول خودتون بعد اهلیکم، خانواده هاتون یه وقت جهنمی نشن. در سوره فرقان آیه 74 یه دعاییست، حالا این دعا رو هم یاد بگیرید بخونید، خوبه. دعا برای خانواده است، برای فرزندان و همسر. قرآن کریم می‌فرماید بندگان خوب خدا این دعا رو می‌کنن، عباد الرحمن، میگن حبلنا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، سوره فرقان آیه 74. خدایا زن و بچه ما رو نور چشم ما قرار بده، نور چشم ما، نه خار چشم باشه. مردم بگن باریکلا احسن، چه زنی چه اولادی. وجعلنا للمتقین اماما، ما رو الگوی متقین قرار بده، پیشوای متقین قرار بده. من از میان شاید بیش از 100 آیه تو قرآن که راجع به خانواده است 3 تاشو فقط برای شما خوندم. یکی 21 روم، یکی سوره تحریم، یکی همین آیه سوره فرقان. خب برای اینکه تو اسلام خانواده محکم باشه، دلها به هم جذب باشه، توصیه هایی شده.
انشاءالله ما این توصیه ها رو این شبها از کلمات امام رضا و اهل بیت مورد بحث قرار میدیم. لذا من به دوستان گفتم اعلام کنید موضوع سخن من ویژگی های خانواده رضوی است. حالا شما بگید خانواده حسینی، خانواده علوی، خانواده مهدوی، فرقی نمی کنه، اینا همشون یه نورن. آیا ما اگه بخوایم خانواده علوی باشیم، مهدوی باشیم، حسینی باشیم، رضوی باشیم، نبوی باشیم؟ نه، اصلا راحتش میکنیم خانواده اهل بیتی باشیم. باید چه ویژگی هایی داشته باشیم؟ آقایان عزیز، خواهران گرامی، اینا رو من این شبها بحث میکنم، والا امشب یکیشو عرض میکنم. اول اصل محبت و عشق ورزیدن به هم. چقدر روایات داریم که یکی از صفات مؤمن اینه که به همسرش محبت کنه و بهش بگه دوست دارم. حدیثشو بخونم، رسول خدا فرمود العبد کلما ازداد للنساء حبا، هر چقدر یک مرد زنشو بیشتر دوست داشته باشه، ازداد فی فل ایمان فضلا، ایمانش بیشتر میشه. یعنی دوست داشتن همسر نشانه ایمان، نشانه باور و نشانه اعتقاد. یکی از اسامی حضرت زهرا هانیه است. هانیه رو دو جور می نویسن، هم باهی دو چشم، هم باهی جیمی. این هانیه که اسم حضرت زهراست باهی جیمیه. چرا به حضرت زهرا میگن هانیه باهی جیمی؟ یعنی کسی که شوهر دوست، اولاد دوست. لذا رسول خدا فرمود یکی از ویژگی های انبیا اینه، من اخلاق الانبیا حب النساء. یکی از ویژگی های انبیا اینه که به همسرشون عشق میورزن و اینو اعلام میکنن. خیلی بده الان بعضی خانواده ها سختشونه به هم بگن اما دوست داریم، به هم محبت کنن. حالا من 5-6 مورد از روش های محبت رو براتون میگم الان، ولی اولش یه دو تا داستان بگم. یه خانمی بود به نام حولا، البته اسمش زینبه، منتهی ایشون عطر فروش بوده، بهش میگن حولا عطاره. ایشون تو مدینه عطر میفروخت. یه وقتی همسرش، شوهرش اومد سراغش، این بد اخلاقی کرد، تندی کرد با مردش، محل نگذاشت. و بدونید در روایت داریم زنی که شوهرش ازش راضی نباشه اگر بخوابه، اون نمازی که اون روز خونده، عبادتی که انجام داده قبول نیست. خیلی تندی کرد، بد اخلاقی کرد. چی بود؟ اعصابش خورد بود. بالاخره مردم ولش یاد رفت، فردا پشیمان شد، گفت این چه کاری بود، ما چرا جلو این مرد انقدر بد اخلاقی کردیم، تندی کردیم. اومد عذرخواهی کرد از همسرش. نه تنها عذرخواهی کرد، متن روایت اینه که فنکبد علی تقبله، دست مردشو بوسید، سر مردشو بوسید، گفت ببخشید من دیرو اعصابم خورد و ناراحت. مردم معلوم میشه آدم قد بد اخلاقی بوده، محل نذاش. فحول وجهه عنها، صورتشو برگردوند. آخرش این خانم ناراحت شد، زد تو صورتش. فلتمت وجهها، گفت بابا یه غلطی من کردم، تو دیروز من اعصابم خورد بوده، بد اخلاقی بود، چرا اینطور میکنی با من؟ و بکت بکاءن شدید، گریه افتاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، ایشون من پا منبرش گاهی میرفتم وقتی این قصه رو نقل میکرد، میگفت دو تا اشتباه. اشتباه اول اون خانوم انجام داده، شوهرش اومده سراغش، بد اخلاقی کرده، تندی کرده. اشتباه دوم این که حالا که عذرخواهی میکنه این مرده قبول نمیکنه. خلاصه زد تو صورتش، گریه افتاد. آه مرد، آقای من ببخشید نفهمیدم، فایده نداره. بلند شد اومد پیش پیغمبر. این خانومه چون جدیدترین عطرایی که این برا فروش می آورد پیغمبر ازش می خرید، اومد ام سلمه گفت بفرمایید، گفت با رسول خدا کار دارم، ناراحتم. گفت پیغمبر نیست، بشین تا بیاد. نشست. پیغمبر وقتی آمد دید حولا اونجاست، فرمود هان دوباره عطر جدیدی آوردی برای ما؟ گفت نه یا رسول الله، این دفعه برای عطر فروختن نیومدم.
اومدم یه مشکلی دارم به شما بگم و مشکل من این است که من یه بد اخلاقی با مردم کردم، اینم کینه به دل گرفته، حالا به هیچ وجه حاضر نمیشه با من صلح کنه. به خودم زدم، گریه کردم، دستشو بوسیدم، سرشو بوسیدم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، حالا فرصت نیست من این روایت رو کامل بخونم. پیغمبر مفصل بود، یک صفحه از روایت راجع به حقوق زن و شوهر برای این خانم صحبت کرد. حالا اگر اونایی که اینترنت دارید بزنید روایت حولا، حولا با هی جیمی از پیغمبر، خیلی برایش مفصل، زن باید این طور باشه، این طور باشه، این طور باشه. از جمله اینو فرمود، فرمود یا حولا، حولا خانم، للرجل على المرأة ان تلزم بيته، مرد باید تو خانه حضور داشته باشه، اظهار محبت به همسرش کنه، مشفق باشه، مهربان باشه. برو از طرف من به شوهرت سلام برس و اینا رو بهش بگو. دیگه اومدن و بالاخره دعواشون تموم شد. منظورم این است که اظهار محبت، شما ببینید حالا ما از کربلا همه چیز میگیم غیر از این حرفاش. رباب همسر ابی عبدالله است، میدونید که ایشون اینا دو تا خواهرن، یکیشون زن امام حسنه، یکی زن امام حسین. یعنی امام حسن و امام حسین غیر از اینکه برادرن، با جناق هم هستن با هم. چون رباب و خواهرش اینها دخترای امرؤ القیسند. امرؤ القیس یک آقایی بود در شام، نصرانی بود، مسیحی بود، سه چهار تا دختر خیلی خوب داشت. بالاخره اومد مدینه و مسلمان شد و از مسلمانان خوب. به امیر المومنین گفت من دلم میخواد این دوتا دختر عروس شما باشه. یکیشون رو امام حسن گرفت، یکی رو امام حسین. امام حسین از رباب دوتا اولاد داره، یکی سکینه که در کربلا 10-12 سالش بوده، یکی هم علی اصغر علیه السلام که خب تازه به دنیا اومده بود این اواخر. امام حسین میفرمود انی لأحب دارن فیه سکینه و رباب، خونه ای که سکینه و رباب توش باشن من اون خونه رو دوست دارم. خیلی امام حسین رباب رو دوست داشت، خونه ای که سکینه. و ایشون هم میدونید بعد از اولا تو مجلس ابن زیاد وقتی وارد شدن، اون نانجیب سر مقدس امام حسین گذاشته بود مقابلش و چوب خیزران میزد، رباب بلند شد. اینو خوارزمی نوشته، خوارزمی یکی از مقتل نویسانیه که حدود 800-900 سال پیش این کتاب مقتل رو نوشته. شیعه هم نیست، از علمای اهل سنته، ولی یک کتاب خوبی راجع به امام حسین نوشته به نام مقتل خوارزمی. ایشون میگه، میگه رباب بلند شد رفت سر ابی عبدالله رو برداشت چسبون به سینه، گفت نزن، یا ثمرت فؤادی یا قرت عینی، نور چشمم حسینم. بعد گفت ابن زیاد من نبودم ولی شنیدم پیغمبر این لبها رو میبوسیده، میبویده، چرا چوب میزنی؟ اینقدر عشق داشت. بعد از شهادت امام حسین یه شعری راجع به امام حسین گفت، گفت ان الذی، این شعر مال ربابه، گفتم شاید نشنده باشید، ان الذی کان نورا یستضاع بهی به کربلا قتیل غیر مدفونی. اون آقایی که نور بود و عالم رو روشن میکرد، کربلا به شهادت رسید و بدنش روی خاک افتاد. قد کنت لی جبلا صعبا الوز بهی، حسین برای من یک کوه بود که من بهش تکیه میکردم و با ما مهربان بود، با ما با خوش اخلاقی برخورد میکرد. حالا بعد از شهادت امام حسین میدونید که اولین کسایی که از دنیا رفتن یکی حضرت زینب، یکی ایشونه. نه زینب کبرا نه رباب بعد کربلا یک سال بیشتر زنده نموندن. امام حسین 61 شهید شده، هم رباب و هم حضرت زینب جفتشون تو مدینه سال 62 از دنیا رفتن. البته اینی که گفتن حالا رباب بعد از 40 کربلا موند، این سندی نداره، محکم نیست. گفت من زیر آفتاب، من برای من سایبان زدن برای این. حالا آقایون زاکرین هم گاهی میخونن ولی احتیاط کنن، چون این
سند محکمی نداره. مرحوم قاضی طباطبایی یک کتابی دارد به نام اربعین، میگه من هرچی گشتم سند محکمی پیدا نکردم برای اینکه رباب بعد اربعین کربلا مونده باشه. آمد مدینه، ولی خب گاهی میرفت زیر آفتاب مینشست، میگفت خودم دیدم بدن ولی خدا زیر آفتاب بود. عشق به ابی عبدالله، اینا نکات مهمی است. آقایون، ما من به خودم عرض میکنم، منبری ها سخنران ها خیلی برای شما روزه خواندیم، کربلا گو، اما کمتر از خانواده امام حسین، از این محبت ها، اینا مهمه. ما تو این منبر ها باید اینا رو یاد بگیریم. شما ببینید امیرالمومنین، من وقتی از در میام تو نگاه به فاطمه میکنم، غم های دلم برطرف میشه. محبت به همسر، چه آقایون چه خانوما، فرق نمیکنه، یک وظیفه است. من امشب بحثم رو این کلمه است، اصل محبت. خب چجوری باید به همسر اظهار محبت کرد؟ من اینایی که میشمارم فقط گوش بدید، چون دیگه وقتم کمه، نمیرسم توضیح بدم. اینایی که میگم شیوه های اظهار محبت به همسره. یک، حس تقدیر. آقا زن از مرد تشکر کنه، مرد از زن تشکر کنه. سالها از رحلت حضرت خدیجه گذشته، پیغمبر ازش تعریف میکرد، میفرمود عینه مثل خدیجه. خدیجه زنده نبود دیگه، نبود که بشنوه. پیغمبر کو دیگه، خدیجه کو، کی مثل خدیجه میشه؟ امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا بارها از او تعریف میکرد. کنار قبرش صدا زد، فاطمه جان کاش من میمردم، جان میدادم داغ تو رو نمیدیدم. اینا مهمه ها، اظهار محبت. یک، با حس تقدیر. امیرالمومنین به یک عربی تو مدینه فرمود فاطمه تو خونه من انقدر آرد درست کرد که دستاش مجروح شد، انقدر مشک به دوش انداخت، آب آورد تو خونه که اثر بند مشک به بدنش ماند. تعریف میکرد. محبت به همسر میخواید بکنید، یکی حس تقدیر. دو، خدمت به خانواده. کی گفته مرد نباید تو خانه کار کنه؟ روایت داریم، این روایت خوب گوش بدید. آقایونی که ما به شما میگیم زیاد صدقه بدید، صدقه که فقط پول دادن نیست، خدمتو که زوجتک صدقتون، خدمت به همسر صدقه است. لا یخدم الایال الا صدیق او شهید. مرد زن، مردی که به زنش خدمت کنه تو خونه، شهید و صدیقه. میدونید صدیق مقام بزرگیه، شهید مقام بزرگیه، فرق نمیکنه. این قصه رو براتون بگم، جالبه. یه آقای اومد پیش پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله یه زنی دارم خیلی خوبه. آقا آدم کم اتفاق میفته از زنش تعریف کنه، غالبا تا میشینی مردا گله میکن. گفت یا رسول الله از در که میام تو میاد استقباله، وقتی میرم بیرون میاد بدرقم، وقتی ناراحتم میاد پیشم میشینه، میگه ما یهمک، چرا قصه میخوری؟ ان کنت تحتم لرزقک، اگه برای دنیا قصه میخوری نخور، دنیا ارزشی نداره، رزقم خدا میرسون. اگه برای آخرت قصه میخوری اب نداره، بخور، آخرت ارزش داره، ثواب داره. گفت یا رسول الله من یه همچین زنی دارم، بدرقم میاد، استقبالم میاد، نمذاره قصه بخورم. آقایان، خانوما، مخصوصا خانوما، ببینید پیغمبر چی فرمود راجع به این زنی که انقدر مهربانه. فرمود خدا یه سری کارگر داره. ای آدم کارگر خدا باشه چقدر خوبه، کارمند داره. ان لله امالا، خدا کارمندایی داره. و هاذهی من اماله، این زن تو کارمند خداست، کارمند خداست. بعد فرمود این زنی که میگی این کارو میکنه، بدرقه و استقبال و مهربانی، لها نصف اجر شهید، نصف اجر شهید داره. میدونید که شهید چه اجری داره؟ اینا چگونه به زن و مرد به هم مهربانی کنن؟ یک، عرض کردم حس تقدیر، از هم تشکر کنن. دو، خدمت به همسر. سوم، گذشت و تغافل. اینقدر بدی های همدیگر رو برجسته نکنیم، تغافل غیر از گذشته، یعنی نادیده بگیریم. حالا این آقای چیزی گفت، دهنش پرید، این خانم
اینا باعث محبت، باعث در روایت داریم. خوب دقت کنید، مردی که سعی کنه با خانوادهش غذا بخوره، بیرون غذا نخوره، بیا زور تو خونه، شب تو خونه، من بخونم براتون. ببینید، اذا اکل المؤمن مع اولاده، وقتی مرد سر سفره با بچه‌هاش و زنش میشینه، کتب الله له بكل لقمه ثواب عتق رقبه، به هر لقمه خدا ثواب یک برده آزاد کردن بهش میده. میدونید چقدر برده آزاد کردن ثواب داره؟ هر لقمه ای که با خانوادهش، اینا میشه محبت، غذا خوردن، خدمت کردن، تقدیر، گذشت، مهربانی، اظهار محبت. خب امروز یک اصل از اصول خانواده اهل بیت رو گفتیم، اصل محبت. انشاءالله روزای دیگم هر روز یکی از این اصول رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. این روزها روزهای بیماری پیغمبر خداست. مثل امروزی زیر بغلای پیغمبر رو گرفتن، آمد مسجد با مردم خداحافظی کرد، بعد آمد منزل، و این 3-4 روز دیگه حضرت زهرا و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین نرفتن خونشون، دور تا دور بستر پیغمبر حلقه زده بودن. رسول خدا گاهی حالشون خوب میشد، گاهی بدتر میشد، تا روز 28 که به شهادت رسیدن و از دنیا رفتند. من 2-3 جمله درهای شما رو در این صحن پیامبر اعظم بفرستم مدینه. خدایا به آبروی رسول خدا موانع زیارتش رو از ما بردار، توفیق حج و زیارت خانه ات و قبور ائمه رو به ما نصیب بفرما. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. هر کجا نشستید 2 ماه دارید به امام حسین سلام میدید، امروز سلام به پیغمبر میدیم، این چند روز متعلق به رسول خداست. السلام علیک یا ابا القاسم، یا امام الرحمه، یا نبی الله، یا نبی الرحمه. بوی غم می آید از شهر رسول دیگه، مدینه داره یواش یواش داغ پیغمبر رو تجربه میکنه. بوی غم می آید از شهر رسول، بوی اشک حیدر و آه بتول. کنار بسترش امیر المؤمنین اشک می ریخت، حضرت زهرا گریه می کرد، لحظه ها لبریز از دل واپسی، فاطمه گریان ز داغ بی کسی. زهرا این روزا داره یتیم میشه، لحظه های آخر پیغمبر است، روح هستی در میان بستر است. میدونید پیغمبر قصه‌اش از چیه این روزها؟ اشک او از بی کسی حیدر است، گاه گوید با غم و درد و مهن، غم مخور هستی من، زهرای من. یا رسول الله الان دورت نشستن این روزها، تا ناله میکنی گریه میکنن، آب میارن، عرقتو پاک میکنن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیك الفرج والعافیه والنصر، آقامونو به فریاد ما برسان، در ظهورش تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بگردان، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، کشورمون رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، عاقبتمون ختم به خیر بگردان. به نبی و آله صلوات الله.